دونالد ترامپ کیست؟ سیاست ترامپ در قبال جمهوری اسلامی چه بوده و چه خواهد بود؟ آیا ترامپ یک ابرقهرمان وطن پرست آمریکایی است؟ یا یک ضد قهرمان؟ آیا بزلگو و صریح اللهجه است؟ واقعیت اینه که من بسیار فروتن و متواضع هستم. واقعیت داره. یا سیاستمداری که با آداب متعارف سیاسی بی‌اعتناست. وقتی در سال 2016 از پله برقی برج معروفش در منهتن نیویورک پایین می آمد، هیچ کس فکرش رو هم نمی کرد که شانسی برای کسب ریاست جمهوری داشته باشد. اما ترامپ می گوید تنها برای پیروز شدن به میدان می رود. قدم بعدی مناظره تلویزیونی با نامزد دموکرات ها بود. این آقا در شهر فینیکس گفت که اگه به ریاست جمهوری برسه، مهاجران غیرقانونی رو از کشور اخراج خواهد کرد. معنیش اینه که نیروهای نظامی و انتظامی رو به صورت گسترده در آمریکا احساس خواهید کرد. پیمان اقتصادی نفتا که همسر این خانم امضا کرد، یکی از افتضاح‌ترین پیمان‌های اقتصادی جهانه. به علاوه هیلاری خودش در سال 2006 یا همون دوروبرا طرفدار ایده ساختن دیوار در مرز جنوبی با مکزیک بود. و پس از آن در ششم نوامبر 2016 ترامپ باز هم جهان را غافلگیر کرد. ترامپ به واشنگتن سفر کرد و در بالکن اصلی کنگره آمریکا برای انجام وظیفه ریاست جمهوری سوگند یاد کرد. من دونالد جان ترامپ سوگند یاد می‌کنم که تا جایی که توان دارم از قانون اساسی آمریکا پاسداری و حفاظت کنم. ترامپ با وعده مهار برنامه اتمی جمهوری اسلامی و خروج از برجام وارد کاخ سفید شد. آقای ترامپ معتقد بود برجام بدترین توافقی که آمریکا زیرش رو امضا کرده و قول داد که از اون خارج بشه. در نخستین سخنرانی خودش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در سال 2017 در سازمان ملل متحد، ترامپ در مورد برجام هم صحبت کرد. توافق هسته‌ای با ایران یکی از بدترین و یک جانبه ترین توافقاتی بوده که تا به امروز ایالات متحده وارد اون شده. صادقانه بگم این توافق مایه شرمساری کشور ماست و باور کنید که هنوز تمام جنبه‌های منفی اون رو نشنیدید. در اکتبر سال 2017 ترامپ اولویت‌های جدید دولتش در قبال جمهوری اسلامی را تبیین کرد. سرانجام پس از تقریبا 2 سال کش و قوس، ترامپ حرف خود را به کرسی نشاند و دولت آمریکا به طور یک جانبه از برجام خارج شد. توافق اتمی از پایه خراب است. اگر دست روی دست بگذاریم می‌دانیم چه آیدمان می‌شود. بزرگترین حامی تروریست‌ها در جهان در زمان کوتاهی به سوی بمب اتمی خواهد تاخت. برجام افسانه‌ای است که می‌گوید رژیم جنایتگری مانند ایران انرژی هسته‌ای را تنها برای مقاصد اقتصادی و بشردوستانه می‌خواهد. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. در ژانویه 2020 و پس از چند بار حمله به نیروها و مواضع دولت آمریکا در عراق، ترامپ فرمان کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نظامی و رئیس نیروی سپاه قدس جمهوری اسلامی را صادر کرد. شب گذشته به فرمان من ارتش ایالات متحده با انجام عملیاتی دقیق بزرگترین تروریست جهان را از میان برد، یعنی قاسم سلیمانی. سلیمانی مدت‌ها در پی برنامه ریزی و انجام عملیات تروریستی علیه نیروها و مواضع ما بود. ما او را در عین ارتکاب جرم گیر انداختیم. ترامپ تنها رئیس جمهوری آمریکاست که دوبار استیضاح شده با اینکه هر دوی اونها به سرانجام نرسید. اما شاید هیچ کدوم از کارهایی که ترامپ کرده به اندازه واقعی ششم ژانویه خشم دموکرات‌ها و انتقاد مطبوعات رو به همراه نداشته. واقعی ششم ژانویه باعث شد که آقای ترامپ پس از پایان دوران ریاست جمهوریش تحت اتهامات دادگاه فدرال قرار بگیره که یکی از اون پرونده‌ها هنوز در دادگاهی که پشت سر من هست در جریانه. They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. روند کارزار انتخاباتی ترامپ در سال 24 با سالهای 16 و 20 شباهت‌ها و تفاوت‌های عمده‌ای دارد.
در مورد سیاست در قبال ایران، آقای ترامپ میگوید تنها به دنبال یک توافق منصفانه است. توافق با کی؟ معامله با کی؟ یک بار دیگه تکرار کن. ایران؟ چرا که نه؟ باید به یک توافق برسیم، چون گزینه‌های دیگر همه بد و غیر قابل باور هستند. در فوریه 2024 و در حالی که جنگ بین اسرائیل و گروه‌های نیابتی ایران در حال گسترش بود، آقای ترامپ ایران و اسرائیل را به بچه مدرسه‌ای‌های 6 ساله تشبیه کرد. جنگ وحشتناکیه، باید متوقف بشه، اما بعضی وقتها باید اجازه داد دوره دعوا به پایان برسه. میدونی، مثل بچه مدرسه‌ای‌ها که توی زنگ تفریح در حیات دعوا می‌کنن، باید بذاری یه خورده همدیگه رو بزنن، بعد بری جداشون کنی. آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا میگویند شواهدی در دست دارند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به دنبال ترور ترامپ و اطرافیانش است. آقای ترامپ بارها گفته آماده مذاکره با ایران است، صحبتی که در دوره قبلی ریاست جمهوریش هم تکرار میکرد، اما وزیر امور خارجه‌اش لیستی از پیش شرط‌های برای مذاکره با ایران را مطرح کرد که عملاً برای جمهوری اسلامی غیر قابل قبول بود. در دوره جدید ریاست جمهوری ترامپ احتمالاً شاهد اجرای دوباره سیاست فشار حداکثری، ممنوعیت فروش نفت و انزوای بین‌المللی بیشتر رژیم ایران خواهیم بود. آرش علایی، واشنگتن.